أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. بینندگان گران قدر تلویزیون جهانی آریانا، علاقمندان برنامه حسن تلاوت قرآن کریم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کند که خوب و جور و سرحال باشید. در این ماه مبارک رمضان از برکات و فیوزات خوب برخوردان باشین. عزیزان نهایت گرانقدر، ما در دور یازدهمین حسن تلاوت قرآن کریم، یعنی مسابقات حسن تلاوت قرآن کریم قرار داریم که از طریق تلویزیون جهانی آریانا به نشر می‌رسد و بخش مالی برنامه را شرکت مخابراتی اتصالات اسپانسر کردگی هست که تشکری میکنیم از ایشان. عزیزان نهایت گرانقدر، ما در مرحله رسیدیم که از تمام افغانستان قاری صاحبا را جمع کردیم، در این دور با ما یک جا شدن که از هر زون پنج نفر و ایجا با ما آمدند و مسابقه کردند. یکی کدام قاری صاحب میتواند بخیر پیش برد و تا پنج بهترین با ما باشد، برنامه های ما را باید تماشا بکنین. قبل از اینکه برنامه را شروع بکنم، در نخست از محترم المقرئ الشیخ استاد برکت الله سلیم، استاد نهایت عزیز، استاد کل، خواهش میکنیم که برنامه کنونی من را با تلاوت چند از کلام الله مجید آغاز گردشون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. صدق الله العظيم. نمی بینی که سوز قرأت تو، نمی بینی که سوز قرأت تو دیگرگون کرد تقدیر عمر را. جهان سپاس از المقرئ الشیخ استاد برکت الله سلیم. عزیزان بیننده برنامه، ما مسابقه خود را به خیر شروع می کنیم، قسمی که داور صاحبا هم هدایت دادن که باید در نخست قرعه توضیح شوه و تماما قاری صاحبا. بعد از توضیح قرعه باز بخیر صحبت
از شیخ القراء رئیس صاحب داورا را خواد داشتیم در رابطه با برنامه کنونی ایمان که قاری صاحب باید کدام نکات را مد نظر بگیرن. باز بخیر مسابقه را شروع خواد کردیم. اولین کسی که میاد قاری خود را میگیره قاری صاحب محمد احسان فرزند محمد شعیب است. بله قاری صاحب بعدی را که من میخوانم متصل میان قاری خود را میگیرن و پس میرن. عجله کنین قاری صاحب. درست. قاری صاحب بعدی عبدالمنان فرزند حق بردی. امرالدین فرزند گلبدین. عبدالوحید فرزند عبدالحسیب. سهیل فرزند عبدالقادر. ولایت هرات محمد رفی فرزند ابوبکر. محمد شفیق فرزند گل احمد. لال محمد فرزند عبدالمنان. سید مهدی فرزند سید حسیب. خلیل احمد فرزند غلام صدیق. جلال آباد محمد امین فرزند سید محمد. ضیاءالرحمن فرزند میر عالم خان. محمد یحیی فرزند محمد ایوب. طلحه ناصری فرزند جمال ناصر. عمیر فرزند سفرجان. کندهار سخا دادالله فرزند خیر محمد. حافظ جاوید فرزند احمد فرزند. احمد الله فرزند محمد اسماعیل. حفیظ الله فرزند غلام سخی. احمد شاه فرزند عبدالستار. خوست سخا فقیه الدین فرزند ظهور الله. محمد قاسم فرزند گل محمد. عنایت الرحمن فرزند دین آقا دینا خان. احمد آقا فرزند سید آقا. خیرالله فرزند ریحمین. مزار شریف بسم الله فرزند سیف الله. حمید الله فرزند عبدالکریم. نقیب الله فرزند خانگل. محمد اشرف فرزند محمد اکبر. محمد حامد فرزند احمد شاه. کابل سخا مهدی فرزند دین محمد. محمد علی فرزند اسدالله. عبدالرب فرزند محمد شاکر. عبدالمصور فرزند محمد شاکر. دل آقا فرزند سید فاروق شاه. حسام الدین فرزند سراج الدین. محمد رفیق فرزند امیر محمد. الله میر. الله میر. تشکر دوستان نهایت عزیز. قرعه توزیع شد. حال از المقری و شیخ استاد برکت الله سلیم خواهش میکنیم که در رابطه با این دور ما که قاری صاحبا امتحان میتن راهنمایی خود را برای قاری صاحبا داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد جنابي قاري سيبانو دي قرآن بلبلانو د ټول ولایتونو نه چراغلی استې مسافرینو تر هر څه لومړی تاسو ته ستړي مشي وایم او وایم چې په خیر راغلی. الله دې حق په حق ورسوي او الله دې وکړي چې موږ نه هم ساوه ونه شي او تاسې هم په دې کې مریضۍ راځي دې کې شک نشته. یو سړی ډېر ورزیده وي خو په هغې خپلې ورزیدګۍ کې بیا پاتې کېږي. هغه وجه دا وینو چې قرآن اوس دغه ما چې تلاوت کوه ستونی مې خراب ونو کله وشو
نو دلتا ام دغه سي د قاري صاحبانو نه يعني هغه څه امید چې د ځان نه لري داسې وشي چې بس مریض شي او ستونه یې خرابه شي یا نور څه تکلیف ورته وي داسې وشي خو موږ بیا هم وایو چې الله جل جلاله دې حق حقدار ته ورسوي. برای شما وقت پنج دقیقه می باشه چرکه دا فاینل براین ستاسو د پاره 15 دقیقه وخت دی. په دې 15 دقیقو کې به خپل حکمت او کمال ټول معلوموي څنګه دا وکیږي نو د دې په وجه به تاسې ډیر کوشش کوئ چې تاسې خپل هدف ته ځان ورسوئ. یعنی د مقاماتو فکر کوئ چې بې ځایه آواز ونوځي، لیکن په حقیقت کې اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. لك اوس چې داسې آفت منځ ته راغلی دا موسیقي بیرونی د قرآن سره اشتراک ورکول د دی دا بالکل مکروه ده. ګوره فکر م وي چې قرآن پرې باندې غلطوي او تجوید ته ماتې ورکوي په خاطر د نغماتو یا مقاماتو، یعنی قرآن را سرش غلط میخوانن و به تجوید و فصاحت و بلاغت قرآن کریم ترجیح نمی دهد، او را ترجیح می دهد که آهنگ موسیقی بیرونی است. این غلط است. ما اصلا قرآن می خوانیم و رتل القرآن ترتیلا. اگر ما کمی بیادبی به قرآن بکنیم، وقتی که ما گناه میکنیم از او کسانی که از قرآن خبر نیستن از اونا چی توقع بکنیم؟ ما میفهمیم که بسیار بی ادبی ها با قرآن رخ داده شده، لیکن ای طورم نبی باشه. امروز هم تجوید است، امو قرآن است. اگر ما مراعاتش میکنیم الله سر از خاطر ما، از برکت خواندن قرآن ما و شما بسر عام مردم الله جل جلاله فضل و مرحمت خدا میکنه. اگر ما مراعات قرآن را نمیکنیم و میریم به طرف او چیزی که او را قرآن ایجاب نمی کنه، لازم نیست با قرآن، پس می دانیم که ما از قرآن یک مسخری دیگه جور می کنیم. لیکن این کلام خداست، کلام الله است، باید احترام داشته باشیم. تشکر. جهان سپاس از رهنمایی استاد نهایت گرانقدر رئیس صاحب داورا شیخ القرآن استاد برکت الله سلیم. قاری صاحب قسمی که استاد رهنمایی کردن مطابق به مو تلاوتهایتان را به پیش میبرین که چنان نشود تا بعد پشیمان شوند و بگین ای کاش امی موضوعی که استاد گفت دقیق میشنیدیم و تا به اشتباهی برای ما رخ نمیداد. بله عزیزان بیننده، کسایی که در سراسر افغانستان و جهان برنامه را تماشا میکنین، منتظر هستین، فامیلای نهایت عزیز منتظر عزیز هستین که تا فرزندتان را ببینین که به ستاره قرآن آمده اشتراک کرده و در پروسه ستاره قرآن آمده و میخواهد ستاره قرآن شود. اولین مشترک ما و اولین قاری صاحبی که از ولایت کندوز اشتراک کردند و در پنج بهترین اوج آمده و در مسابقه است و قاری صاحب است محمد احسان فرزند محمد شعیب، از ایشان خواهش میکنیم و جایگاه تشریف بیارند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم صدق الله العظيم خدا شاهد است که نامش هم نشنیدم خدا شاهد ده چه نمی موان ورده ولی قاری صاحب بسیار امی بینین که معنا می بینم امی کاسا ولی قرآن کریم خوب را خاند ها یک کم خوف کرد از گپ ما نیو تور نیست قرآن را زیبا بسازین منتها او قسم که اموسی قسمه و پسان باز چی میکنه او قسم نکنین ولی قاری صاحب واقعا خوب قرآن خواند اینطور چیز سرش نمی کنیم بیات را بجای بیات رست را بجای رست و وقف بسیار خوب قلف کرد ماشاءالله بگه ببینیم خدا کنه که از این کدام خوب باشه من نمیتونم گفته تشکر میکنم از قاری صاحب محمد احسان قاری صاحب بعدی که میاین تلاوت میکنن قاری صاحب عبدالوحید فرزند عبدالحسیب اعلان میکنم قاری صاحب محترم از آیه 65 سوره مبارکه نحل صفحه 274 تلاوت میکنند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا
ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون صدق الله العظيم. خالصا إنجا إخفاء چون شما خو می فهمین سین صفیر است و اینجا اخفای ازیر هم و همچنان انفتاح و استفال است. مراجعه به حرف اخفا می کنیم. اخفا در او حالت پر میشه که حرف پر باشه، هم آن قدر نه که برابر حرف پر شوه. قاری صاحبا هم شنیدن انشاءالله. خالصان سا ایتور خواندیم سائغا للشاربين ومن ثمرات چون حرف الثاء انفتاح واستفال است. شما ومن ثمرات خاندين و در الانعام همچنان، یعنی منظور ایست که و صوتتان بسیار مبارک بود، واقعا صوتتان بسیار خوب بود دیگه، به هر ترتیب کافی است. یکی قاری صاحب چگونه تلاوت کرد؟ داور صاحبا نظر میتن. یکی کدام قاری صاحب پیش میرد و تا مرحله های بعدی با ما میرسد، با ما هم کلام و هم بیننده برنامه باشد تا برنامه بعد.